به نام خدا سلام عرض ادب و احترام تاخیر من رو در این دو سه روز ببخشید سه چهار تحلیل خیلی مهم رو براتون در روز جاری براتون قرار خواهم داد یکی شاجبه بحث هند هست به زودی برنامه رو میرم خود مختاری کشمیر رو عدم خود مختاری کشمیر رو تصدیق کردم و اشاره کردم که خود مختار نیست اون رو تحلیل رو میریم یکی دو روز درگیره استودیو بودم بحث های کاریش اما بریم سراغ تحلیل تا استودیو هم تا ده روز دیگه انشالله با یک ویژه برنامه شروعش میکنیم با حوزه کارشناسان اما در تو ترکی صحبت خواهم کرد خیانت بزرگی که ترکیه داره انجام میده میدونید که انصارلای یمن به خوبی تونسته بندر ایلات اسرائیل رو از چرخه اقتصادی خارج کنه خب امروز دیدم توییتی زده بودن که اشاره کرده بودن که به زودی تو دستور نیروهای مسلح یمن این هستش که بندر اشتود و بندر حیفا رو نیز متوقف کنیم چقدر اهمیت داره بیاد برگردیم رو بحث غزه یه موضوع هست اون موضوع چیه میزان تاباوری سه تا طرف داریم این سه طرف و تاباوریشون رو نشون بدن چرا اهمیت داره بهتون تو میگم و خیانت که ترکی داره میکنه ما ابتدا حماس رو داریم حماس به خوبی تونسته تو جنگ شهری موفق عمل کنه و به نظر میرسه که میتونه چندین ماه به راحتی اسرائیل رو درگیر نگه داره جنگ شهری به شکلی است که حماس تلفات گسترده ای نمیده بعضی ها 15 تا 20 هزار نفر اشاره میکنن البته در بخش شمال غزه بعضی ها بیشتر یا کمتر اما خب با این شکل جنگ حماس روزانه چند صد کشته نمیده که مثل جنگ روسیه و اوکراین تلفات خیلی کمی داره و میتونه این جنگ رو به صورت گسترده دام بده پس تاباوری حماس امکان پذیره به خصوص که سردار سلامی هم اشاره کردن که تصدیات جری به حماس خواهیم رسوند این نشون میده که حماس تاباوری خواهد داشت این مدل جنگ به این سادگی نمیتونه نیروهای حماس رو از بین ببره تاباوری حماس بخش اول صحبت ما هست یک بخش دیگه هم داریم اسرائیلی ها چه میزان تاباوری دارن و گفتیم سه تا قسمت رو بر لحاظ کنیم مردم فلسطین چه میزان تاباوری خواهند داشت مردم من توی اخبار دیدم که دو روز پیش بود که اون روز رو اشاره کردن که مردم فلسطین چیزی نخوردن اگر این وضعیت شلیک های اسرائیل ادامه پیدا کنه و کمک های بشر دوستانه به مردم فلسطین نرسه و اونها چیزی برای خوردن نداشته باشن یعنی کمترین میزان برای زنده بودن من صحبت از سوخت بیمارستان ها دارو هم نمی کنم حداقلی که وجود داره آب و غذا هست دیگه به میزانی که شما ادامه حیات داشته باشید ما باید تاباوری مردم فلسطین رو هم لحاظ کنیم اگر بتونن تاباوری مردم فلسطین رو بالا نگه دارن و اگر بتونن با فشارهای گسترده در مجموعه بین المللی این کار رو بکنن و مردم فلسطین مجبور به ترک نشن حماس و فلسطین کارت بسیار بزرگی دارن اما نکته ای که بحث خیانت ترکا هست همینه مجامع بین المللی فشار میارن الان آقای دبیر کل خب اومد از ماده 90 بند نوید استفاده کرد از شرایطی که اون پست بهش میده و جلسه رو در شروع امنیت اجباراً برای 15 عضو درخواست داد اومدن ولی آمریکا به تو کرد <تص> خب روسیه قبلا آورده بود چینی ها اماراتی ها کشورهای بر... 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 مختلفی اومدن در دستور کارشون قرار دادن اما به هر حال وتو میشه و این حمایت سیاسی در مجمع بین المللی از سوی آمریکا برای اسرائیل هست بریتانیا هم هستن این نقش رو میتونن ایفا کنن خب نمیتونیم امیدوار باشیم به فشار مجمع بین المللی حداقل با حضور آمریکا در کوتاه مدت یه یک موضوعی هست اگر میزان تاباوری مردم فلسطین از دست بیره و اونها مجبور به کوچ بشن و انتخاب کنن نه آبی باشه نه غذایی نه دارویی کار برای اسرائیل خیلی ساده تر میشه و برای همه سخت تر. شما برای کی دارید می جنگید؟ برای فلسطینی ها که به حقوقشون برسن اگر فلسطینی اونجا نباشه اساسا وضعیت تغییر میکنه عمق فاجعه بالا میره یعنی اگه مردم فلسطین با فشار اسرائیل و آمریکا از گذرگاه رفح از مصر این تجهیزات، نیاد، غذا، آب، دارو خب چند روز میتونن تحمل کنن؟ چقدر دیگه آذوقه دارن؟ جنگ بعد فرسایشی باشه، اینا قراره برسن به حق فلسطین آزاد یه کشور مستقل اگر مجبور به کوچه اجباری بشن تو فاجعه در رقم میخوره مو... این, مو... این, بالانسه به نفع اسرائیل تغییر میکنه گفتیم سه تا محور هست برای تاباوری حماس وضعیت تاباوریش خوبه مردم فلسطین وضعیت تاباوریشون تو شرایط بحرانی قرار داره یک طرف دیگه هم هست اسرائیله اسرائیل برای که اون تاباوری رو از دست بده باید شبکه اقتصادیش قطع بشه انصال یمن به خوبی نقش رو در بحث بندر ایلا ایفا کرد حالا متوجه میشید چرا دست گذاشتن اونجا حالا انصال یمن میگه من با بندر حیفا و اشتوت هم همین کارو میکنم تصور کنیم بتونه این کارو بکنه یعنی اخلال ایجاد کنه و شبکه اقتصادی اسرائیل رو مختل کنه اون وقت میزان تابابری اسرائیل هم کاش پیدا میکنه اینجا اسرائیل باید دو تا کار انجام بده ولی قبلش کدوم کشور این امکان رو غیر ممکن کرده؟ ترکیه دیدید توی مخته 270 تا کشتی حتی به اسرائیل از سمت ترکا رفته بود خیلی از نماینده های مجلس رئیس احزاب و ژورنالیست های در ترکیه دارن اعتراضات گسترده میکنن به این موضوع و تیر خلاص آکانفیدان زد وزی خارجه تو دیداری که با بلینکن داشت اشاره کرد که تجارت با اسرائیل ربطی به بحث فلسطین نداره ما سر بحث فلسطین و موازمون هستیم چرا داره؟ چرا داره؟ شما باید اسرائیل تحت فشار قرار بدی تا به ساز و کار گفتگو و احقاق حق فلسطینی ها مجبور بشه خب ترکیه این کارو میکنه اگر انسولا یمن اشاره میکنه به اینکه من به زودی اشدود و حیفا رو هم این, این شبکه اختصاش رو قطع خواهم کرد یعنی اینکه باید توی مدیترانه کنشگری کنه و این شبکه شبکه ترکیه شبکه ترکیه رو آسیب قرار بده این نکته اول <تصفح> نکته دوم بر فرض که این اتفاق رقم بخوره یعنی از لحاظ اقتصادی اسرائیل دچار گرفتاری بشه حالا اینجا به امارات اشاره کنیم چرا امارات میخواد کامیون کامیون مواد غذایی و مسائل اقتصادی رو از اتوبانهای عربستان به اردن و اسرائیل روانه کنه چون امارات یک چیزی رو میدونه اگر شبکه اقتصادی اسرائیل قطع بشه اسرائیل داره برای چی می جنگه؟ برای بقا یه نکته جالب شنیدم یک جا بذارید ازش استفاده کنم اشاره شده بود که اسرائیل و فل ایران تو یک موضوع اشتراک نظر دارن هر دو کشور به بحث دو کشوری هر ما که کشور قبول نداریم هم اسرائیل هم ایران بحث دو کشوری برای فلسطین رو قبول ندارن این اشتراک نظر بینشون هست اسرائیل داره برای بقا می جنگه. اصلا قبول نداره که یک کشوری مثل فلسطین ایجاد بشه بخواهی منظر اسرائیلی هم نگاه کنید واقعا غیر ممکنه یک کشور فلسطین ایجاد شه که سازوکار اگه اگه یک کشور بخوایم در نظر بگیریم بعد سازوکار سیاسیش دست خوش باشه ارتش داشته باشه شبکه اقتصادی باشه کشور داشته باشه خب اینکه غیر ممکنه خب اسرائیل ظرف یه سال اون کشور رو جوری تسلیم میکنن که اسرائیل رو بیچاره کنه نمیذارن که چه کاریه یه فلسطینی هم ایجاد کنیم که هیچ کنترلی روش نباشه هر چند وقتی هم میخواد یه حماسی از دلش زایده بشه چون کنترلی روش نره یعنی تحریم یعنی شبکه سیاسیش مختل شبکه تجاریش مختل همه چیش نفوذه دیگه خب چه کاریه بیو کشور اسرائیل تعریف کنیم هم کاری که اسرائیل کرد ایران هم به درستی داریم میگه دو کشور غیر ممکنه دیگه اونا که نیپذیرن یه کشور فلسطین اگر بریم تو عمق ماجرا اسرائیل داره برای بقا میجنگه امکان نداره شکست رو بپذیره من که شکست تحمیل شه حالا اگر انصار الله یمن بتونه شبکه اقتصادی اسرائیل رو مختل کنه تاباوری اسرائیل به پایان میرسه یعنی چی؟ یعنی که حماس میتونه دراز مدت به جنگه برای اینکه اسرائیل حماس رو شکست بده بعد مردم فلسطین رو بیرون کنه برای اینکه مردم فلسطین رو بیرون کنه بعد آب و غذا نرسه دارون نرسه اگر شبکه اقتصادی خودش هم مختل شه حالا برای اینکه اینجا اینجا پرانتز یمنیا چی گفتن گفتن تا زمانی که اجازه ندید آب و غذا بیاد توی غزه ما هیچ کشتی رو نمیذاریم بیاد آهان شما باید شبکه تجاری اسرائیل رو مختل کنی تا مجبور شه اجازه بده غذا آب دارو سوخت به غزه بیاد انسولو هم اجازه بده کشتیاش بیان معناش چیه معناش اینه که حماس میتونه فرساشی بجنگه مردم فلسطین برای رستن به آرمانشون میتونن فرسایشی بیستن سخت آدم میگن فرسایشی اون وقت اسرائیل بعد وارد یک جنگ فرسایشی بشه خب این هم برای بقاس این هم برای بقاس اگر این شبکه مختل بشه اسرائیل دو راه داره یا باید اجازه بده قضا بیاد آب بیاد دارو بیاد یا باید با انسولای یمن وارد جنگ بشه خیانت که ترکیه میکنه اینه که اجازه نمیده اسرائیل وارد بحث فرسایشی بشه یعنی تمام نیازهای اسرائیل رو تامین میکنه خب یه مشکل اینجا هست اون مشکل چیه اسرائیل داره بر بقا میجنگه اگر این اخلال ایجاد بشه و اسرائیل هم نپذیره مواد غذایی سوخت و اینا به غزه بیاد بعد با انصلای هم وارد درگیری بشه اینجا چه اتفاقی میفته اینجا روزنامه هارس بهش اشاره کرد هارس میگه اگر اسرائیل به انصلای یمن حمله کنه این نگرانی و ترس برای عربستان و امارات هست چون جنگ کشیده میشه به منطقه و عربستان و امارات مورد حمله قرار خواهند گرفت به همین علتی که امارات داره همه تلاش رو میکنه شده با کامیون هر جور شده بتونه اسرائیل رو تأمین کنه و اسرائیل به انصال یمن حمله نکنه همون چیزی که عربستانی ها تلاش میکردن به ایران پیشنهاد بدن که ما به هد بحث اقتصادی میدیم جنگ به منطقه نکشه خب انسال یمن هم حقیقتا میتونه با 20 تا پهپاد 20 تا موشک همزمان شلیک کنه آرام کنه بزنه این کار کرده دیگه میتونه توانمندیشو داره از اونجایی که انسال یمن داره به خوبی نقش رو ایفا میکنه دو تا مسئله مهمه مسئله اول چرا آیت الله رئیسی به ترکیه نرفت من معتقدم برای این نبود که رهبری جهان اسلام و ترکیه دست بگیره ترکیه نمیتونه ترکیه برای اینکه رهبری جهان اسلام به دست بگیره باید بهاشو به پردازه همونطور که ما چهل سال در تو با فلسطین رو داریم میدیم البته من میگم بها نیست ما نیاز داشتیم به این فضا چون میتونستیم از دل این گفتمان مردم منطقه رو همراه کنیم و جریان مقاومت تعریف کنیم ولی به هر حال بهای تحریم ها و اقتصادی هم داره دیگه ترکیه <تصفح> تا این رو نده نمیتونه رهبر جان اسلام رو بگیره اون چیزی که به نظر من باز شد آیت الله رئیسی نر ترکیه این بود که ترکیه داره لحاظ اقتصادی و تأمین نیازهای اسرائیل این کار انجام میده و این باعث میشه سیاست های محور مقاومت روی فشار بر اسرائیل که مجبور شه بپذیره به برای مردم فلسطین در غزه آزوق و سوخت و دارو بیاد این این کار سخت کرده این یک خیانت بزرگه به مردم فلسطین به مردم منطقه که ترکیه داره انجام میده و فیدان گفت این ربطی تجارت با سایر ربطی و فلسطین نره چرا داره شما اگه این کارو نکنید شبکه اونها مختل میشه بحث دوم اگر اسرائیل وارد در واقع فضای درگیری بشه خب امارات و عربستان هم هدف قرار میگیرن پس اسرائیل نباید به با انصلایان وارد درگیری بشه این برای امارات و عربستان بسیار خطرناکه پس حالا باید بخشی از یمنی هایی که در جنگ با انصالله یمن هستن وارد این درگیری بشن اونها مستقلا نه سوی امارات و عربستان مثل اون جنگ هایی که در این هشت سال رو گذشته بوده باید از سوی اسرائیل به رسمیت شناخته بشن و در مجموعه بین المللی اینها صاحب یمن دیده بشن و اینها حاضرن که با انصالله یمن وارد درگیری بشن اونا که نمیتونن این نقش رو ایفا کنن چون نوع بازی انصال یمن برای مهار بنادر و گذرگاه ها پهپاد و موشکه نه نیروی زمینی که اونا بیان در واقع وارد درگیری بشن اگر بخوام وارد درگیری هم بشن به حال آتش این جنگ به عربستان امارات خواهد کشید و اونها ترسیدن اما مسئله اساسی این هستش که تو این جنگ فرسایشی اسرائیل، حماس، مردم فلسطین در حال حاضر اسرائیل در میانه قرار داره یعنی میتونه تا باورش از دست بره حماس تا باوریش کاملا سر جاشه اما بدترین وضعیت رو مردم فلسطین دارن اون فشاری که باید به اسرائیل وارد شده اما ضرب اون فشار رو ترکیه داره کاهش میده و این سمت ما مردم فلسطین رو داریم که در شرایط سختری قرار دارن کلید ماجرا اینجاست که مردم فلسطین غزه رو ترک نکنن به حال برای اینکه ترک نکنن حداقل ترین ها نیازه اینجاست که آقای امیر عبداللهیان تنه میزنه به مسیح که باز کنید در فهر رو اگر میخواید فلسطینی ها دوون بیارن بعد باز کنید بعد اون کامیون ها بیاد حالا اگر اونها باز نکنن محور مقاومت مجبور هست گسترده تر بازی کنه انسال یمن میگه تو اشتود و حیفا هم مورد هدف قرار خواهم داد متحجه بازی میشید باید تاب و از دست بره داریم تحلیل میکنیم دیگه خبر که نمیخونیم مثل بعضی ها خبرخونی نداریم ممنوعه خب تو این شرایط منتظر باشیم به چند تا مسئله مسئله اول با توجه به اینکه مصر گذرگاه رفح رو باز نمیکنه و با توجه اینکه مردم فلسطین شدت سختی هستن انصلا یمن بعد یک پلن بازی رو بزرگتر کنه و بیاره رو مدیترانه بازی بیاد تو مدیترانه یا اسرائیلی ها باید پاسخ بدن یا اگر کشتی های ترکیه ای باشن یا کشتی اسرائیلی که از ترکیه بارگیری شدن بعد ببینیم ترکیه واکنش نشون میده یا نه ترکیه اگر واکنش نشون بده با یک مسئله ای روبرو میشه بعد با انصالله یمن در واقع مقابله کنه اون وقت جامعه داخل ترکیه رو میخواد کار کنه یعنی ما با یم یمنی حالا وارد درگیری هستیم کشتی ما رو زده به طور مثال ولی این اصل یمن داره کشتی رو میزنه که به اسرائیل نره و ما باید با انصال یمنی درگیر باشیم که داره فلسطین حمایت میکنه و ما خودمون مدعی فلسطینیم چقدر تضاد ایجاد میشه کار بر که سخت میشه پس اسرائیل ها خودشون باید درگیر شن اگر اسرائیلی ها درگیر بشن جنگ کشته میشه به امارات و عربستان و منطقه این وضعیته ولی زمان کمه مردم فلسطین شاید خوبی ندارن اگر این شرایط ادامه پیدا کنه پنج روز ده روز دو هفته مجبور به ترک سرزمین میشن چون چیزی برای استفاده کردن ندارن مسئله همینجاست پس باید این رو در نظر بگیریم برای حفظ مردم فلسطین یا باید گذرگاه رفح باز شه یا انسول یمن بحث رو بکشه مدیترانه که اسرائیل مجبور شه برای اینکه انسول یمن هدف قرار نده گذرگاه باز شه یا با درگیری بشه که در, در... تو این صورت جنگ گسترده میشه منطقه امکا... امکا... خیلی استوار دارن که اسرائیل به یمن پاسخ نده خب اگه جنگ گسترده بشه به منطقه نور علا نور دیگه شرایط خیلی بد میشه چرا؟ اسرائیل داره برای بقا جنگه اسرائیل داره برای بقا میجنگه جنگه جنگید اسرائیل یا باید شکست بخوری و پیروز شد چون جنگ بقاس اما تو چه مقطعی اگه جنگ به منطقه بکشه اسرائیل وارد درگیری میشه یه گزارشی والستی جورنال زده بود من یه بخش کوچیکشو میخونم گزارش دوستان خودشون میتونن بر سرچ کنن کامل بخونن والستی جورنال گزارش میده که نگرانی ها در مورد تضعیف نیروهای مسلح و خالی شدن از ها در اروپا افزایش یافته اوضاع خیلی خرابه خیلی خرابه میگه که رهبران اروپا ارتش بریتانیا فقط حدود 150 تا تانک داره و شاید 12 تا توپخانه قابل استفاده 12 تا توپخانه جوکه ها روس ها روزی 90 تا توپخانه روزی 90 تا قبضه توپ سنگین رو از دست میدن روس ها فقط 90 قبضه توپ سنگین رو از دست میدن جنگ دیگه هدف قرار میگیره سمت اوکراینیا اصلا جوکه میگه که فرانسه که هزینه نظامی بزرگتری داره کمتر از 90 قبض توپ توپ سنگین داره که معادل چیزی است که روسیه تقریبا هر ماه در میدان نبرد دارد دست میده یه ماه دانمارک نه خانه سنگین داره نه زیر دریایی نه سیستم دفاع هوایی ارتش آلمان برای دو روز نود مهمات کافی داره شاید تعجب کنید ولی تعجب نکنید این موضوع طبیعیه چرا طبیعیه زمان هیتلر ارتش آلمان همین الان هم آلمان چرخ صنعت وحشتناکی داره اگر بخواد مثل روس ها تولید کنه میتونه ولی آمریکا وقتی ناتو رانداخ اینا رو را محدود کرد اجازه نداد تولید کنن چون خواست اروپا تحت کنترل داشته باشه تولید کنن که ارتش آلمان قوی میشد که حرف آمریکا گوش نمیداد خب یه ارتش در قالب ناتو هر کار اینقدر تولیدات داشته, داشته باشید الان گیر کردن بخاطر چی اومدن دو ماه پیش تغییر قانون اساس بر برای ژاپن همین وزیر برای ژاپن هم تعریف کرده بود نمیتوس تولید کنه گفت آقا تولید کن سه برابر خب زمان میبره 20 27 بود آلمان الان براتون مثل هلو تسلیحات تولید میکرد امروز که نمیتونه اسرائیل اگر وارد یک درگیری گسترده بشه زمانی وارد این درگیری میشه که شرکاش در بدترین وضعیتن اما فراموش نکن اسرائیل داره برای بقا میجنگه خواهد جنگید اما در موضع ضعف ترکیه این این رو داره این فرسایشی شدن رو داره برای اسرائیل تلطیف میکنه که در واقع تو بخش اقتصادی برسه و این بره به مردم فلسطین هم هیچی نمیرسه ببینید هر دو طرف نقاط قوت و ضعفی دارند ایران و محور مقاومت بعد تمرکز رو بذارن روی فضا که اسرائیل آسیب ببینه تو بخش اقتصادی اجازه بده اونا بیاد اگه نیومد درگیری منطقه کشته خواهد شد چون مردم فلسطین اگر اونجا رو تخلیه کنن دیگه چی میمونه برای کی داره می جنگ دیگه رفتن دیگه وقتی چیزی نباشه بخورن بیا دو میلیون نفرن جایی که برای خواب نیست اما برای حداقل ترین ها زیر بمب و موشک و من بازم راجب به دارو هم صحبت نمی کنم. که میبینید بچه که میاد در واقع الان الان هر آسیبی هستن قطع عضو میکنن دیگه دارو تجهیزات و امکانات برای عمل جراحی که نیست تو چه این شاید حداقل باید آب و غذای باشه پس ما داریم میرسیم به نقطه بازی تاباوری کدوم سمت تاباوری بیشتری خواهد داشت اینجا نقش انسولای خیلی مهمه و به نظر میرسه منطقه ما با درگیری خواهد شد برای الان نه چند ماه دیگه چون دعوا بر سر بقاه شنیدید این جمله رو که میگن اسرائیل اگر هم شکست بره بعد میاد سراغ لبنان و بعد ایران دقیقا دعوا بر سر بقاه ما در شرایطی از فضای جهانی قرار داریم که سهم داره سهم جهانی داره تقسیم میشه دعوا بر سر سهم بیشتر نیست دعوا بر سر سهمه نه سهم بیشتر یعنی قدرت در غرب خود غربی ها سهم بیشتری بخوان دعوا بر سر تغییر شکل جهانیه کی که قدرت داره تغییر میکنه داره روی یک میز دیگه میاد قرار میگیره این از دل جنگ میگرده این میتونه که تو سطوح مختلف گسترده بشه امارات و عربستان خیلی تمایل دارن از وزن روسیه استفاده کنن بازدارندگی امنیتی بخرن چون آمریکا نمیتونه این بازدارندگی رو به آمریکا خودش رو شاید که بعد این کیک قدرت رو برای خودش حفظ کنه ادامه خواهد داد درگیر ولی اینها اینا, اینا خوب آسیب میبینن میخوان که در روسیه این کارو بکنه اما ناگزیر خواهد بود این ماجرا روس ها هم نمیتونن تو بزنگ و اون کارو براشون ایفا کنن و اگر بخواد به اون سمپره و به نظرم بیشترین سهمی که میتونن ایفا کنن این هستش که اسرائیل تحت فشار بیشتر قرار بگیره اتفاقا تو اون شرایط هم اگر درگیشن جنگ گسترده خواهد شد اما بعد میزان بازیگرشون به سمت ایران رو بیشتر کنن بیشتر به سمت ایران قش کنن که اون آسیب رو نبینن اون اتفاق نیفتاده اینو ساختار سیاسیشون همیشه نوع تعریفشون این بوده که ایران رو با نزدیکی با آمریکا مهار کنن یا حالا با نزدیکی به روسیه و چین اما کی که قدرت در این منطقه تعیین کنندش ایرانه نه روسی و چین آمریکا امروز ایرانه که داره در واقع این شکل این منطقه رو به دست میگیره منتظر باشیم ببینیم این جنگ تاباوری به کدوم سمت میره و خیانت ترکا به فلسطین ادامه دارد یا نه سعی کردم تحلیل کنم پلنهای های مختلف رو ببینم من باز من بازم اشاره میکنم من رمال نیستم تحلیل میکنیم یه موضوعی رو از داویه های مختلف نگاه میکنیم و از داویه های مختلف مدل های مختلفش رو باز میکنیم اگر این بشه به نظر چه اتفاق میفته اگر این شک بیفته ترک ها چیکار میکنه ای ترک ها این بگیرن داخل ترکیه چه اتفاق میفته امارات نقشش چیه به این میگن تحلیل دیگه و خب کاری که ما میتونیم انجام بدیم یه تشکرم بکنم از اون ایرانی عزیزی که این پولیور خیلی خوشکل رو برای من آورد و من رفتم دیدارش این رو گرفتم یه اکسی یادگاری هم گرفتیم و از تک تک شما ممنونم تو یک دورزه اون دو سه روز تحلیلی که نداشتیم رو جبران خواهیم کرد پاینده ایران همیشه ایران برای ایران